سلام بچه عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد مدت ها، بعد یکی دو ماه اومدم با یه ویدیو آنباکسینگ لپتاپ جدید. امروز داریم مال دوستم خریده یه لپتاپ گیمینگ ایسوس راگ استریک و اگه کانفیگش رو وقتی باز کردیم توی لپتاپ نشونتون میدم. یه لپتاپ خیلی قوی قوله، مال 2023 هستش، مدل 2023 هستش و کارت گرافیکش سری 4 هستش، یعنی 4050 انویدیا آرتیکس و خیلی کارت گرافیک قوی و خوبی، 8 گیگم حافظه داخلی جدا داره و من همیشه دوست دارم سنسای اینجوری جدیدو باز بکنم. اینقدر دوست دارم آنباکسینگ زوخ دارم، با اینکه مال خودم اینقدر زوخ دارم. منم زوخ دارم. واقعا میگی تو که جدید خریدی لپتاپ تو؟ وای این کیف داره، میتونی با کلاس این لپتاپ جدید این وری اشتباه بذاشتیم. واو واو، بیان بیان نگاه کن ساعت. واو واقعا قشنگ. بیان توی اینجا نشون بدم، اینجا یه صفحه اصلیشه، خود لپتاپه، وسایلش هم زیرش. حالا این از اینجا باز میکنیم، اینجوری باز میشه، لپتاپ رو برداریم که زیرش هم معلوم بشه. واو سنگینه، خدایی سنگینه، بکنم 2.5 کیلو باشه. آره آره، اینو میذاریم کنار، اول وسایلشو نشون بدم بعد برگردیم خود لپتاپ نشون بدیم که بله. اولین چیزی که به چشم میخوره شارژرشه. ببینیم چند واتیه. این کابلی که به فریز وصل میشه، اینم به لپتاپ وصل میشه. 280 وات لپتاپ من شارژش 200 وات همیشه فکر میکردم واو چقدر قویه. این 280 یعنی قوله، 280 وات خیلی قویه. ببین دیگه چیزی هم داره، اکسسوری چیزی اینجا یه چیزی هست، این ورش یه قسمتی داره. حالا هم باز کنم. آره یه دفترچه از زیاد زوغ زده نشه. دفترچه ایسوس و وارانتی و اینا هستش، روش هم نوشته inserts of incredible warranty card. این وارانتیش رو بذاریم سر جاش، مبارک صاحبش باشه، به خوشی استفاده کنه. ایشالا براش مشکلی هم پیش نیاد که بخواد از اون کارت استفاده کنه. ولی ضربش خیلی محکم و خدایی باشن شیک و پیکه. مالا من انقدر خوب نبا حسودی کنیم یه ذره. بریم سراغ خود لپتاپ، شارژش هم بذاریم اینجا. بعد چاقو رو بی زحمت میکنم. بسم الله اومد بودم. به 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 به، این خروجی فنهاشه. خب بریم باز کنیم آروم. با یه دستم باز شد، خودش یه مزیتیه. صفحه نمایش قشنگی داره. این هم کیبوردشه. اینا دائمیه؟ نه یه پلاستیک داره کنده میشه، فقط جاشو نشون داده. و این بر توضیحات کارت گرافیکشه، انویدیا جی فورس آرتیکس 4050 8 گیگ حافظه، کورای 7 13650. بعد اینم لیوت صفحه‌شه که به آلمانیه، لیوتش آلمانیه کیبورد. بعد الان باز میکنیم که داخل لپتاپ ببینیم. اینم یه طرح و نگاری هم اینجاش داره خیلی قشنگه واسه راک استریک لپتاپ سری راک. ببینیم بوش چی نوشته بگیرم. اینا این ROG که نوشته میشه یا همون راک میخونیم ماها، همون این اصطلاح هستش دیگه، Republic of Gamers. بله بفرمایید شما بکنید. نظر خودت بکن، من میترسم. بکنید. میخوای یه دونه کاغذشو بکنید. چجوری بکنم؟ خب برچسب دیگه بکن. نه. از سفیدش بگی. بیا از سفیدش. ترسید. نیما هم یاد گرفته میترسون. به به به، مبارکه. بچه زدیم توی شارژ نداشت و چراغاش خیلی زبالی. من فکر کردم اینجا پلاستیکه، بعد از وسط اون یه چراغ روشن شد. الان روشنش کن ببینیم آقا روشن میشه یا باید شارژ شد. کنم روشن. روشن شد. چه نور پردازی داره. چرا آروم حرف میزنید؟ من برای نورش خریدی؟ این من مال من نه. یه ذره حسودی کنیم، این اینجاش هم چراغ داره. وای، زهرم من.
الان باید پایین تخت بازی هم وای چقدر قشنگه خیلی خدایی خیلی خوشگل ما آخر هفته میام تو هفته به نورا رو نگاه کنیم تخمه هم میارم با هم نگاه کنیم تور بذار چه روشن نشه عجله نکن میشه ویندوز 11 پروه چون مال من اینجوری نیست آها باید انگلیسی میخوای لفتو حال میکنی یا لفتو زدید خرید خدا بکگراندش عوض کنید خداست بکگراندش بابا راگیسی مردم 2000 یورو پول دادن این لفتو بخرن این بکگراندو داشته باشه البته میتونی رایگان از اینترنت هم دانلود کنی ولی خب اون اوریجینال نیستش یه لحظه گوشی رو میتونی نگهداری من میخوام کانفیگشونشون بدم بکگراندش خیلی معروفه خب بچه این کانفیگ لپتاپ هستش این سی پیوشه نسل 13 اینتل کرای 7 13650 اتیکس های پرفورمنس بیاریم پایین رو بگیر 14 تا هسته داره 20 تا پردازنده لاجیکال داره حافظه کشم کشه 24 مگابایت داره که واقعا خیلی خوبه توی پردازنده های ریزن یه موردی یه اشکالی که دارن اینه که حافظه کششون معمولا پایینه و تعداد هسته پایین تری دارن نسبت به پردازنده اینتل و یه برتریه که اینتل نسبت به حالا ریزن داره اینو بریم حالا رمشو نشون بدم 16 گیگ رم داره که DDR5 هستش سرعتش 4800 مگاهرسه حالا DDR4 کمتر از 3000 هستن معمولا 1800 1600 تا 2000 هستن دو تا اسلات رم داره که هر دوش پر هستش بخوان ارتقا بدن قابل ارتقا یعنی این دوتا رو باید در بیارن دوتا 8 گیگه و مثلا حالا با ظرفیت بیشتر قرار بدن که حالا بعد بریم گرافیکش یه گرافیک آنبورد اولترا اچ دی اینتل داره که راست بگیرون بگیر این آنبورد و ظرفیتش بیام پایین ببینم 8 گیگ هستش و یه دونه گرافیک جدا داره انویدیا جی فورس آرتیکس 4050 که گرافیک اصلش هستش که 6 گیگ الان من تو اول ویدیو به اشتباه 8 گیگ گفتم ولی 6 گیگ حافظه داره حافظه جی پی یو جدا هستش و 8 گیگ هم که گفتم از شیرد مموری استفاده میکنه یعنی سی پی یو از رم استفاده میکنه در اختیار جی پی یو قرار میده تو کارهای سنگین ازش استفاده کنه که روی هم رفته 14 گیگ حافظه برای جی پی یو فراهم میکنه واسه کارهای سنگین و SSDش هم تکنولوژیش NVMe هستش که صورت بالایی دارن این فوکوسش رو ببینم بکنم نسل 4ش هستش اشتباه نکنم از این هم از لپتاپ امروزمون بود مبارک صاحبش باشه میبندیم ببره که همش گیم بازی کنه باشه حالا مهم نیست کارهای دانشگاه هم انجام داد نداد اون زیاد مهم نیست اما عاشق این نور زلوش شدم من با خدمت شما مبارکه.